در این قسمت میخواییم راجع به محاسبات تقریبی با هم صحبت بکنیم. بچه با تقریب، گرد کردن، قطع کردن، خطای محاسبه، با اینجور مباحث آشنا شدیم. تو قسمت قبلی تمامی این مباحث رو بررسی کردیم، سوالم روش حل کردیم. اما محاسبات تقریبی چی میگه؟ بچه به یه عبارت بهتر میخواییم بگیم که اگر یه عبارت ریاضی به شما دادن، یه مجموعه ای از عملیات های ریاضی به شما دادن، چجوری میتونیم جوابش رو تقریب بزنیم؟ و یا اصلا تقریب هایی که حالا فرض کنید روی یک عبارات پیچیده ریاضی سوار میشه، اینا رو چجوری باید باش برخورد کرد؟ خوب به این قسمت توجه بکنید. شروع میکنیم اون قسمت هایی که خیلی به درد شما میخوره، مخصوصا تو عملیات های ریاضی، اونو بهتون میگیم تا بتونید تو حل سوالات موفق ظاهر بشید. دقت کنید، میاد میگه که محاسبات تقریبی به دو قسمت تقسیم میشه. بچه یک چیه؟ میگه ابتدا هر عدد رو به صورت مجزا تقریب زده و سپس حاصل رو به دست آوریم. دو، ابتدا حاصل را به دست آورده سپس پاسخ را تقریب بزنید. خب بچه نگاه کنید، میگه یا اول دونه دونه عددا رو تقریب بزن بعد جوابش رو به دست بیار، یا نه چیکار کن؟ کلن جواب رو به دست بیار، جواب رو که به دست آوردی جواب نهایی تو تقریب بزن. این دو تا روی کرده. متوجه شدی چی شد؟ یا دونه دونه عدداتو باید تقریب بزنی، بعدن جوابش، حالا جمع، تفریق، هر عملیات ریاضی که هستش، جوابشو به دست بیاری، یا نه اول جوابو به دست بیاری، جواب جمع و تفریق و ضرب و تقسیم هر چی که هست جوابشو به دست بیاری، بعد جوابش که به دست اومد جواب نهاییت رو تقریب بزنی. درست شد؟ پس با دو تا رویکرد مختلف مواجهیم. جوابهای این دو تا هم با هم فرق میکنه. چرا؟ نگاه کنی سوالو. به عنوان مثال میاد میگه که 4.74 به اضافه 3.44. بچه نگاه کنید، اگر من اینو با تقریب 1/10 گردش بکنم چی میشه بچه؟ چون یه خدچینم اگه رسم بکنم، عدد 4 بعد از خدچینه، بزرگتر از 5 نه، پس به رقم قبلی چیزی اضافه نمیشه. خب 3.44 هم با تقریب 1/10 گرد بکنم چی میشه؟ باز چون بعد از خدچینم عدد 4ه و چیزی به قبلش اضافه نمیشه، جواب نهایی من میشه چی؟ میشه 4.7 به اضافه 3.4. چرا؟ چون تقریب یافته عدد اولم شده 4.7 یا 4.70، این دوتا هیچ فرقی نمیکنه بچه، و تقریب یافته عدد دومم هم شده 3.14 یا 3.40. جواب این جمع میشه چقدر؟ میشه 8.1. درست شد؟ پس من روی کردم تو این سوال، اولین چیزی که داشتم چی بود؟ این بودش که بیام دونه دونه این عددها رو تقریب بزنم و بعدش جواب نهایی رو به دست بیارم. حالا فرض کنید روی کردمون رو عوض میکنیم، میگیم چی؟ میایم میگیم همین سوال رو میایم جمعش رو انجام میدیم، این دوتا عدد با هم جمع میکنیم میشه 8.18 بدون تقریب، این دوتا عدد رو با هم جمع کردیم. حالا اگه جواب نهاییشو بخوایم با تقریب 1/10 که اینجا داشتیم با تقریب 1/10 گرد کنیم چه جوری میشه؟ میایم بعد از یک خودمون یه خدچین میکشیم، میبینیم 8، بعد از خدچین ما رقم 8، آیا 8 بزرگتر از 5؟ بله. آیا به رقم قبلی اضافه میشه؟ بله. چقدر؟ یه واحد اضافه میشه، میشه 8.20 یا 8.2. اینجا چقدر شد؟ شد 8.1. پس ما دو تا روی کردی که داریم در قبال یک سوال میتونه دو تا عدد مختلف ما بده. برای ما مهمه بدونیم آیا اول باید گرد بکنیم و بعد جواب به دست بیاریم، یا نه اول جواب رو به دست بیاریم بعد گرد بکنیم. این دوتا با هم فرق میکنه. تمام مطلبی که تو این فیلم میخوایم بهتون بگیم همینه، بدونیم چی کار داریم میکنیم. سوال از ما چی میخواد؟ سوال از ما میخواد اول گرد بکنیم بعد جوابو به دست بیاریم، یا نه جوابو به دست بیاریم بعدن گردش کنیم. درست شد؟ این رو خود سوال به ما میگه، دنبال چیز پیچیده ای نگردید. خود سوال حتما به ما میگه و ما فقط باید حواسمون رو جمع کنیم. تو این اسلاید من فقط اومدم به شما بگم که حواستون جمع باشه که سوال ازتون چی میخواد. ممکنه دو تا جواب مختلف به دست بیاد، حواسمون به سوال باشه. اما بریم سراغ یه سوال. میگه حاصل عبارت زیر را با تقریب کمتر از 1/10 گرد کنید. خب نگاه کنید، این عبارت رو به ما داده
میگه جواب این سوال به ما گفته، میگه حاصل عبارت رو گرد کنید. یعنی چی؟ میگه جوابش رو به دست بیار بعدن گردش کن. درست شد؟ اسلاید قبلیاتون بیاد چی بود؟ اولش این بودش که دونه دونه ما بیایم گرد کنیم بعدن جوابش به دست بیاد، یا نه جواب به دست بیاریم بعدن گردش کنیم. اینجا چی گفته؟ گفته حاصل را گرد کنیم، یعنی جواب به دست بیار بعدن گردش کن. خب همین کارو میکنیم. تو فصل دوم اشاره کردیم که وقتی یه عملیات ریاضی داریم که ضرب و جمع و تفریق و تقسیم و پرانتز و اینجور عبارت ها هست، اولویت با چیه؟ اولویت اینجا با ضربه. حالا قبلا راجع به اولویت مندی ها صحبت کردیم، اگه مشکل دارید برید اون قسمت ها رو نگاه بکنید. اما اینجا اولویت با ضربه، پس اول ضرب رو انجام میدیم. 1.5 ضرب در 2.5. باز تو قسمت عددهای اعشاری گفتیم، گفتیم که تو ضرب اعداد اعشاری نمیخواد ممیز رو قرار بدی. 1.5 رو بنویس 15، 2.5 هم بنویس 25، تو هم ضرب کن میشه چقدر؟ میشه 75 به اضافه 300 میشه 375. حالا ببین چند رقم اعشار داره، یه رقم اینجا یه رقم اینجا، میشه 2 رقم. پس شما بنویس 3.75، یعنی 2 رقم اعشار به این عدد بده. درست شد؟ این ضرب 2 تا عدد اعشاری بود. حالا بیا ضرب این 2 تا عدد رو با عدد قبلی جمع کن. 1.23 به اضافه 3.75 میشه 4.98. حاصل عبارتت به دست اومد؟ بله حاصل به دست اومد. حاصل رو گفته با 1/10 گرد کنید. خب ما هم 1/10 رو زیرش می‌نویسیم، یه خطچین رسم می‌کنیم. رقم بعد از خطچین ما 8ه. آیا بزرگتر از 5؟ بله. به رقم قبل از خطچین اضافه میشه؟ بله اضافه میشه. چقدر؟ یه واحد اضافه میشه. یه واحد که اضافه بکنیم میشه 4.9 یا 90 به اضافه 1 که بشه میشه عدد 5. پس تقریبی یافته حاصل عبارت ما میشه عدد 5 و به دست آوردیم. درست شد؟ پس سوالات برای ما خیلی مهمه، دقت بکنیم سوال از ما چی میخواد. بریم سراغ سوال بعدی. عدد 11/7 رو با تقریب کمتر از 1/100 گرد کنید. خب بچه نها کنید، ما قبلن یاد گرفتیم هر عددی که به ما میداد تقریب بزنیم عدد اعشاری بود. اینجا چیه؟ عددش کسریه. ما عدد کسری رو بلدیم تقریب بزنیم؟ به این شکل نه. باید چیکار کنیم؟ خوب میدونیم هممون که علامت خط کسری که وسط میبینیم علامت چیه؟ علامت تقسیمه. یعنی چی شده؟ 11 تقسیم بر 7. پس ما هم همین کار رو انجام میدیم. میایم میگیم چی؟ میگیم باید 11 رو تقسیم بر 7 کنیم. اما سوال اینجاست بچه، 11 تقسیم بر 7 یه عدد اعشاری به شما تو خارج قسمت میده، اما تا چند رقم اعشار باید ادامه بدیم؟ تا 1 رقم اعشار ادامه بدیم؟ تا 2 رقم اعشار ادامه بدیم؟ تا 3 رقم؟ تا چند رقم اعشار باید ادامه بدیم؟ دقت سوال نگاه کنید، گفته با تقریب کمتر از 1/100 گرد کنید. خب بچه 1/100 چند رقم اعشار داره؟ 2 رقم اعشار داره. شما مگه قرار نبود بعد از 1/100 یادتون بیاد مراحل گرد کردن رو؟ ببینید اولا من یه توضیح بدم، عددی که اینجا تو خارج قسمت قرار میگیره رو ما میخواییم گردش کنیم. یعنی 11 تقسیم بر 7 یه عددی میشه اینجا تو خارج قسمت. خب ما این عدد رو میخواییم گردش کنیم، اما این عدد تا چند رقم اعشار باشه؟ میگیم ما قرار زیر این عددمون دقت اندازه‌گیری رو بنویسیم. یعنی چقدر؟ یعنی 1/100. خب بعد از 1 مون می‌خوایم خطچین بکشیم و ببینیم بعدش چه رقمی قرار داره. اگه بزرگتر از 5 بود خب یه تصمیم می‌گیریم، اگه کوچیک‌تر از 5 بود یه تصمیم می‌گیریم. پس رقم بعد از خطچین واسمون مهمه. دقت کنید چی می‌خوام بگم، این دقت اندازه‌گیری ما 2 رقم اعشار داره. خب پس من باید 1 رقم بیشتر از این ادامه بدم تا رقم بعد از خطچینم مشخص بشه. نگاه بکنید، اگه من 11 رو تقسیم بر 7 بکنم تا 3 رقم اعشارش میشه 1.571. درسته؟ بعد به خاطر این میگم که باید تا 3 رقم اعشار ادامه بدیم. بعد ما 1/100 رو مینویسیم زیر این و خطچینمون هم رسم میکنیم. میبینیم بعد از خطچینمون چه عددی قرار داره؟ عدد 1 قرار داره. سوال اینجاست، اگه من تا 3 رقم ادامه نمیدادم اون وقت این 1 رو نمیدیدم که ببینم بزرگتر از 5 یا کوچیکتر از 5. پس من مجبور بودم تا 3 رقم اعشار تو خارج قسمتم داشته باشم که رقم سومم مشخص باشه، رقم بعد از خطچینم مشخص باشه که چیه، بزرگتر از 5 یا نه کوچیکتر از 5. اینجا چیه؟ کوچیکتر از 5. آیا روی
رقم قبل از خط چین تاثیر داره؟ نه تاثیر نداره. پس حاصلش میشه برابر با 1.570 یا 1.57. درست شد؟ پس یه بار دیگه نکته رو به این ترتیب بگیم. اگر یک عدد کسری به ما داد گفت گردش کنید، اولا باید کسرمون رو صورت تقسیم رو مخرج کنیم. دومین نکته، با خارج قسمت تقسیممون کار داریم. سومین نکته، خارج قسمت رو باید با تا چند رقم اعشار ادامه بدیم؟ اگر دقت تقریبمون دو رقم بود تا سه رقم اعشار، اگر دقت تقریبمون یه رقم بود تا دو رقم اعشار، اگه دقت تقریبمون تا 3 رقم اعشار بود تا 4 رقم اعشار. یعنی چی؟ یعنی دقت تقریب تو ببین چقدره، یه رقم بیشتر اینجا ادامه بده تا بتونی قشنگ تقریبش بزنی، ببینی رقم بعد خط چینه چیه. درست شد؟ اگر بحث گرد کردن بود. درست شد؟ بریم سو همین سوال رو نگاه بکنیم راجبه قطع کردن. نگاه کنید، میگه عدد 11/7 رو با تقریب کمتر از 1/100 قطع کنید. خب قبلی گرد کردن بود، حالا قطع کردن. میایم میگیم آقا 11 رو باید تقسیم بر 7 بکنیم تا چند رقم اعشار. بچه‌ها خیلی‌هاشون میگن چی؟ میگن آقا این دو رقم اعشار داره، پس شما تا 3 رقم اعشار اینجا ادامه بده. میگیم نه، اون برای گرد کردن بود. برای قطع کردن چی؟ تا همین دو رقم اعشار کافی. نگاه کنید 1.57 قبلی انجام دادیم، شده بود 1.571. خب حالا اگر 571 بود ما 1/100 رو زیرش مینوشتیم، خطچین میکشیدیم، بعدش چیکار میکردیم؟ میگفتیم بعدش رو صفر میذاریم. خب صفر بعد که اهمیتی نداره. آیا باید چیزی اضافه کم کنیم؟ نه. پس همین دو رقم کفایت میکنه. جواب ما میشه 1.57. نکته نهایی این شد. اگه گرد کردن بود تا یه رقم بیشتر ادامه میدیم، قطع کردن بود اندازه همینجا. اگه دو رقم بود ما تا دو رقم ادامه میدیم. دقت اندازه گیری اگه تا دو رقم اعشار بود، شما تا دو رقم اعشار تو خارج قسمت ادامه میدیم. همین، به همین راحتی. پس این مجموعه ای که گفتیم، نکاتی که مطرح شد، همه و همه برای بحثای محاسبات تقریبی بود که امیدوارم به دردتون خورده باشه.